به نام خدا. با عرض سلام خدمت دوستان گرامی. خب در ادامه مبحث آر و کاربردم توی پاور بی آی، بعد از اینکه بحث ماتریس ها رو توضیح دادیم و همچنین بردار ها رو، میرسیم به بحث مهم دیتا فریم که خیلی برای ما پر کاربرد هست، به خصوص توی پاور بی آی. دیتا فریم رو اگر بخوایم ساده تعریف کنیم، علاوه ساختاری شبیه به ماتریس ها هست. ما گفتیم بردارها یک آرایه تک بعدی هستن، ماتریس ها در واقع ماتریسی که توی این دوره گفتیم ماتریس های دو بعدی بودن که شامل سطر و ستون هستن. دیتا فریم ها یک در واقع مجموعی از در واقع اطلاعاتی هستیم که اونها هم دو بعدی هستن. دیتا فریم علاوه ساختاری استراکچر مثل ماتریس هست، دو بعدی هست، با این تفاوت که ما در ماتریس و بردار آیتم های تشکیل دهنده ماتریس های ما در واقع هم جنس هستند. مثلا طبق مثال هایی که جلسه پیش تو ماتریس گفتیم، آیتم ها میتونه همش عدد باشه، میتونه نام باشه، منتها هم جنس هستن. اگر مثلا یک ماتریسی ما داریم، ماتریس 2 در 3، طبق همون مثال قبلی که 1 تا 6 توش ذخیره بود، توش نگهداری میشد، ما بیایم جای یکی از این اعداد یه عبارت متنی استرینگ بذاریم، خب قبول میکنه از ما، منتها جنس سایر درایه های داخل ماتریس رو هم تغییر میده به کاراکتر، چون ما یه اسم گذاشتیم جنسش کاراکتر استرینگه. درست شد؟ منتها توی دیتا فریم ما این مسئله رو نداریم. ما میتونیم در واقع داخل دیتا فریم دیتا تایپ های متفاوتی رو در واقع داشته باشیم، بدون اینکه جنس سایر درایه های ما در واقع تغییر بکنه، که ما از دیتا فریم بسیار بسیار استفاده میکنیم. مثلا یه دیتا فریم میتونیم بسازیم که شامل اطلاعات نام، اطلاعات سن و اطلاعات شهر مشتریانمون باشه. خب این دیتا فریم شامل 3 ستون هست و به ازای تعداد مشتریان ردیف خواهد داشت، ولی جنس ستون age مثلا نامبره، ولی جنس ستون نام مشتری کاراکتره. دیتا تایپ های همو تغییر نمیدن. این تفاوت اصلیه بین دیتا فریم و ماتریس از لحاظ ساختاری هست. خب خود دیتا فریم خود تابع خودش رو داره و تنظیمات خودش داخل آر داره. ما از لحاظ مفهومی و ساختاری تفاوت رو گفتیم. اما بیایم ببینیم یک دیتا فریم چجوری داخل آر تعریف میشه. ما میخوام توی این جلسه دیتا فریمی تعریف کنیم، اطلاعات مشتریان رو داخل دیتا فریم قرار بدیم و همون دیتا فریم رو از طریق پاور بی آی بیایم و در واقع داخل اطلاعات داشبورد هامون لود و نمایش بدیم. نکته بسیار جالب و مهمی هستش. برای شروع کار و تعریف یک دیتا فریم، من میام اطلاعات مشتریانم رو در قالب 3 ستون نام، سن و شهر میخوام در داخل دیتا فریم قرار بدم. خب برای این کار من در گام اول میام و بردارهایی که مربوط به اطلاعات مشتریانم هست و تشکیل میدم. برای مثال میگیم names شامل علی و امیر. خب یعنی به این شکل برداری به نام names تشکیل دادیم، 3 تا اسم قرار دادیم، برداری دیگه داریم به نام age مخصوص سن رو اینجا قرار دادم که بدونیم دیتا تایپ های متفاوت کاراکتر و نامبر اینجا در کنار هم میخوایم قرارشون بدیم. خب age هم اینجا تعریف کردیم.
و در گزینه آخر میایم سیتی رو تعریف کنیم. تهران و شیراز. خب یک مثال بسیار ساده هستش، اما در قسمت بعدی من میخوام که یک دیتا فریم ایجاد کنم که این سه بردار در واقع تشکیل دهنده اون دیتا فریم باشن. برای این کار میایم اینجا تابع دیتا دات فریم، تابع فریم اینجا برای ما کاربرد داره. خب حالا اینجا ما میگیم که دیتا فریم ما از چه چیزهایی تشکیل شده. خب من نام بردارها رو اینجا وارد میکنم به این شکل. خب اینجا خروجی رو میبینیم، دیتا فریم ما تشکیل شد ردیف و ردیف. میبینید علی 22 سال، سن، تهران، به همون ترتیبی که ما وارد کردیم. درست رو به همین تاکید کردم که ترتیب ورود رو سعی کنیم اینجا رعایت کنیم. بها یک مثال ساده هست، فعلا نه به دیتا سورسی داریم وصل میشیم، نه فایلی رو میخوایم بخونیم، هیچی، میخوایم یک رکورد های سمپل ایجاد کنیم و هم دیتا فریم رو توضیح بدیم، هم ببریم داخل پاور بی آی نمایش بدیم. خب این دیتا فریم من هست. الان کاری که من میتونم انجام بدم اینه که من میخوام دیتا فریمم با یک هدر متفاوتی قرار بگیره. الان نام بردارهای ما اینا هستش که اینجا به عنوان نیم این ستونهای ما اومده. خب من اینجا میام به راحتی مینویسم برای مثال کاستومر نیم مساویه با و کاستومر ایج و کاستومر سیتی. خب الان به این شکل شد اندی تو فریم ما تو این شرایط بزرگ کنیم. خب یک دیتا فریمی الان من تشکیل دادم با سه تا ستون، اما الان من میخوام توی این دیتا فریمم یک ستون دیگر هم اضافه کنم. خوب دقت کنم، من از گام اول میام دیتا فریم اما در واقع یک تعریفی براش میذارم. برای مثال میذاریم اسمش رو دیه فان. خب الان اگر من بیام دیتا فریمم رو بنویسم، خب اینجا خروجی رو میده، اما اگه بیام بعدش کاراکتر دالر رو قرار بدم، نام ستونهای تشکیل دهنده دیتا فریم هم رو به من میده که در واقع همون بردارهایی هستن که ما به در واقع از طریق اونها دیتا فریم رو ایجاد کردیم. اما مواقعی پیش میاد که ما میخوام یک ستون جدید به دیتا فریم موجود اضافه کنیم، از همین تکنیک استفاده میکنیم. اینجا برای مثال من یک بردار دیگه ای دارم، مثلا میذاریم فون. خب شامل یه سری اطلاعات اینجا و به این شکل. الان این ردیف در واقع این بردار فون رو هم میخوام به اطلاعات مشتریانم اضافه کنم. برای تغییر یک ستون در دیتا فریم تکنیک های مختلفی وجود. برای اضافه کردن یک ستون به دیتا فریم موجود، من اومدم یک فون اینجا ایجاد کردم، تعریفشم اینجا عذرخواهی میکنم این سی تا برای جا گذاشتیم. خب اینم خروجیشه. من میام نام دیتا فریمم رو مینویسم دیفان. اگر اینجا ما کاراکتر دالر رو استفاده کنیم، نام ستون‌های موجود در دیتا فریم رو نشون میده، همون ستایی بود که بالا تعریف کردیم. حالا من میخوام یک ستون جدید اضافه کنم، این رو باید چیکار کنم؟ من میام ستونم رو برای مثال اینجا نامش رو میذارم، میام کاستومر فون برابر با همین برداری که تعریف کردیم، میگیم فون. خب این الان تعریف شد. حالا یه مجدد بیام
دیتا فریم هم اینجا اجرا کنم. ببینید شامل 4 ستون هستش. حالا این رو رپ شده اومده پایین ولی کاستوم فونج برای ما اومده. اگرم بیام اینجا دالر، اینجا برای ما ستون کاستوم فون رو قرار میده. هر کدوم هم که ستون رو اجرا کنیم فقط مقادیر همون ستون رو برای ما نمایش خواهد داد. خب پس من رو یک دیتا فریمی دارم با این اطلاعات، درست شد؟ 4 ستون داره و اطلاعات مشتریان داخلش هست. الان من میخوام این دیتا فریم رو ببرم داخل پاور بی آی لود کنم. نه جایی ذخیره هست دیتای ما، هیچی. ران تایم دیتا رو در واقع ایجاد کردیم. کاری که من انجام میدم چیه؟ من میام همین کدی که تا الان نوشتم کپی میکنم. خوب دقت کنید، میبرم داخل پاور بی آی خودم، میام پایین پاور بی آی. خب در داخل پاور بی آی میام که دیتا سورس، البته این مبحث رو که الان دارم نمونه مثال میزنم تو فصول بعدی کامل توضیح خواهم داد به صورت یک فصل جداگانه. خب میام مور دیتا سورس، قسمت آدر، اینجا گزینه وجود داره به نام آر اسکریپت. خب کانکت، اینجا دیتا سورس ما یک اسکریپت زبان آر هست. خب همون اسکریپتی که من نوشتم، درست شد؟ اوکی، اینجا ببینید دیتا فریم هم و اینجا با نام DF1 که گذاشته بودم اینجا برای من، حالا هر اسمی بذارید در واقع قرار خواهد کرد. اگر انتخابش کنم ساختار داده من و اینجا به صورت مرتب آورده. خب حالا ترانسفورم یا لود یا هر کاری که میخوایم با دیتا بکنیم، اینجا به راحتی میتونیم مشابه سایر دیتابیس های دیگه انجام بدیم. این نقطه صفر شروع کار آر توی پاور بی آی هست. پس الان ما با این مثال متوجه شدیم که چرا تو فصول قبلی اومدیم مبانی برنامه نویسی آر، بردارها، ماتریس ها یا ماتریس دو بودی و دیتا فریم رو اینجا یاد گرفتیم. الان با این دانشی که داریم میتونیم دیتا فریم های مختلف با اطلاعات مختلف تعریف کنیم و ببریم و در داخل پاور بی آی لود کنیم. البته این موضوع به این شکل نخواهد بود. ما در ادامه تو جلسات بعد یاد میگیریم که از طریق آر بیایم و به سرویس های مختلف، به فایل های مختلف وصل بشیم، اطلاعات رو بخونیم و بعد لود کنیم. منتها تا اینجا با دانش فعلیمون میتونیم در واقع بیایم دیتا رو در داخل دیتا فریمی که دستی تعریف کردیم وارد کنیم و لود کنیم. اگر ما در داخل اینترنت سرچ کنیم دیتا فریم های آماده زیادی هست که بسیار هم کاربردیه که تو جلسات بعد از اونها استفاده میکنیم. یعنی قرار نیست ما از این به بعد بیایم و دیتا فریم خودمون دستی دیتا انتری کنیم. دیتا فریم های آماده وجود داره، از اونها تو جلسات بعدی تو مبحث آر و پاور بی آی استفاده خواهیم کرد. خب بعد از اینکه این دیتا رو لود کردیم من برمیگم داخل آر استودیو. خب ما تا اینجا یاد گرفتیم دیتا فریم رو تعریف کنیم و ستون های مختلفش اضافه کنیم بعد از تعریف. اما اگر بخوایم ردیف جدیدی اضافه کنیم اون رو بعد چیکار کنیم؟ دیتا فریمی داریم، میخوایم رکورد جدیدی بهش اضافه کنیم، دیتا فریم داریم بنام DF1. خب من میام پایین تر، میام دیتا فریم هم برابرش قرار میدیم با همون تابعی که توی بحث ماتریس ها داشتیم، آر بایند در واقع داشتیم سی بایند و آر بایند. سی بایند برای ستون بود، آر بایند برای ردیف رو. خب میگیم آر بایند. خب چه ردیفی میخواییم به دیتا فریممون اضافه کنیم بر اساس چه اطلاعاتی؟ میام میگم آر بایند به همون دیتا فریم اف. آر بایند اگه بریم یه مرور کنیم خوبه، میگیم دیتایی که میخواییم اضافه به دیتایی که میخواییم بهش اضافه بشه چه چیزی اضافه کنیم. میام یک مجموعه تعریف میکنم. خب برای مثال میگیم اتابیسی استفاده میکنیم، شهرشم برای مثال تهران و دیگه موبایل هم بود
و اگه اشتباه نکنم سن مشتری در واقع کاربر هم بود، جا میگیم 54 تهران و اینم موبایل. خب به این شکل حالا اجراش میکنیم. اگه الان دیتا فریممونو اجرا کنیم میبینیم اینجا رکورد من اضافه شده و در انتها قرار گرفته. طبیعیه ما اگر همین دستور رو در واقع بیایم و در داخل پاور بی آی هم این تغییر رو ایجاد میکردیم همینجا میتونیم تایپ کنیم، تا خب آر استودیو محیط خیلی دم دستری برای ما هست. اگه من بیام همینو اینجا قرار بدم، میخوام چشممون آشنا بشه با این محیط که دیگه مشکلی نداشته باشیم. خب یه رفرش هم انجام میدیم، میریم توی نویگیشن، اینجا ببینید رکورد جدید من قرار گرفت. خب به این شکل هم اومدیم یک ردیفی اضافه کردیم. این مقوله دیتا فریم نکات خیلی زیادی داره، منتها توی این دوره جای گفتنش، یعنی زمان گفتنش نیست، نه که به کارمون نیاد، منتها دوره دوره تخصصی پاور بی آی نه آر. دوستان اگه علاقه مند هستن میتونن به سایت خود r-project.org برن و اونجا به سمپل های خوبی برای موضوع در اختیارشون قرار گرفته.